field, this is your place to advance your career. So gear up, train hard, and get to know your fellow soldiers. We're well supplied, but you've got a lot to learn. نسخه بتای بازی Call of Duty World War 2 این روزا در دسترسه و تو این ویدیو نگاهی به این نسخه و ویژگی های جدید ترین قسمت از سری بازی های ندای وظیفه میندازیم. Welcome soldiers to the Canadian mountain. Attention. Welcome to the resistance. Call of Duty World War 2 برای طرفدارای این سری به معنی بازگشت دوباره بازی به دوران جنگ جهانی دومه که خیلی ها بهش علاقه دارن. با اینکه هنوز نمیشه راجع به بخش داستانی بازی نظری داد، ولی نسخه بتای بازی که این روزا در دسترسه فرصت خوبی فراهم کرده تا نگاهی به بخش چند نفره این بازی داشته باشیم. اگه بخوام توی جمله راجع به نسخه بتای Call of Duty World War 2 و حسی که بهم داد صحبت کنم، باید بگم که بازی حتما تو زمینه راضی کردن طرفدارای همیشگی مجموعه Call of Duty موفقه و دلیل اونم اینه که بازی اصالت همیشگی بخش چند نفره این سری بازی‌ها رو که تا حدودی تو نسخه Infinite Warfare از بین رفته بود تو خودش داره و همون حس و حال بخش چند نفره نسخه‌های موفق مجموعه رو ارائه میده. البته این حرف معنیش این نیست که بازی فاقد نوآوری باشه، ولی در کل Call of Duty World War 2 همون حس و حال و روح اصیل Call of Duty رو تو خودش داره و این خبر خیلی خوبی برای طرفدارای این سری قدیمی و خیلی موفقه. همچنین ویژگی های مثل قابلیت شخصی سازی سرباز و دسته هاشون رو به دست آوردن تجهیزات و سلاح‌های جدید عاملیه که بازی رو به یه اثر اعتیادآور تبدیل میکنه و مدام دلتون میخواد بازی رو تجربه کنین تا بتونین سلاح‌های جدیدتری باز کنین یا حتی سلاح فعلیتون رو ارتقا بدین. با اینکه نسخه بتای بازی شامل همه حالت‌ها و نقشه‌ها نیست، اما همین محتوای موجود فعلی هم کیفیت خیلی خوبی داره. مثلا نقشه‌های بازی هر کدوم حس و حال خاص خودشونو دارن و به خوبی فضای جنگ جهانی دوم رو شبیه سازی میکنن، یا شاید بین بعضی حالت‌های بازی شباهت‌هایی دیده بشه، ولی در کل سازنده‌ها تلاش زیادی کردن تا تنوع خوبی به حالت‌های بازی بدن و تو این راه هم موفق بودن. البته که تو نسخه اصلی بازی شاید نقشه‌ها و حالت‌های بیشتری هم خواهیم بود و در کل به نظر نمی‌رسه که Call of Duty World War 2 از این نظر کم و کاستی داشته باشه. با اینکه بازی هنوز توی فاز بتاست، ولی به هر حال زمان خیلی زیادی هم تا انتشار نسخه نهایی باقی نمونده و میشه در مورد جلوه‌های بصری هم اظهار نظر کرد. راستش رو بخواین با اینکه بازی گرافیک خوب و قابل قبولی داره، اما نباید انتظار جلوه‌های بصری فوق‌العاده را ازش داشته باشین یا منتظر بازی باشین که قرار باشه مرزهای گرافیکی رو جابجا کنه. به این مسئله یه سری مشکلات تو زمینه انیمیشن ها رو هم اضافه کنین که البته ممکنه تا زمان انتشار نسخه نهایی اصلاح بشن. با اینکه هنوز برای قضاوت در مورد بازی Call of Duty World War 2 خیلی زوده، اما بعد از تجربه نسخه بتای بازی به جرأت میشه گفت که این بازی حس و حال نسخه های موفق سری Call of Duty رو داره و قطعاً طرفدارای همیشگی این سری از تجربه اون لذت میبرن.